بسم الله الرحمن الرحیم، وقت شما بخیر معزلان عزیز و محترم. به ادامه درس های گرامر، امروز آخرین درس گرامر خود شما میخوانیم. اون یک زمان دیگه هست به نام زمان حال جاری. شما با این زمان حتما آشناییم، به خاطر که فکر کنم به داخل کورس ها و به داخل مکاتب این شاید مشهورترین زمان باشه. به داخل کورس ها افغانستان و مکاتب در افغانستان از این زمان دیگه ما مشهورتر نداره. به محض اینکه یک زبان آموز بره به داخل کورس زبان میاموزه، زبان انگلیسی را، اولین زمانی که با او سر کار داره و او درس میدن روی تاکید میکنن و او تکرار میکنن، یعنی همین زمان حال جاری هست. به هر حال چون که پروسه درس ما ایجاب میکنه و یکی از مهمترین زبانهای زبان انگلیسی، خود شما ناچار میخونه درس میفهمم این که میبیش بلدم هسته. خب زمان حال جاری اول خود شما تعریف میکنه. این زمان همونطور که از اسم و پیدای زمان حال جاریه، یعنی زمان نشون میده که فعل همزمان با سخن گوینده در حال جریان باشه. یعنی به اون لحظه ای که گوینده صحبت میکنه فعل هم در زمان حال جریان داشته باشه. زمان حال جاری یکی دو کاربرد دیگه هم داره، اما به خاطر که محل بحث ما شما نیه از ذکر از اون کاربرد ها پرهیز میکنه، فقط تمرکز میکنیم روی یک کاربرد از اینکه زمان حال هست، یعنی فعلی که در زمان حال جریان داشته باشه. همزمان با سخن گوینده ما برای ساختن از اون از زمان حال جاری کار میگیریم. فرمول از این طوری هست که در بیانیه‌های مثبت، در بیانیه‌های مثبت اول سبجکت شروع میشه، affirmative statement یعنی بیانیه مثبت. یاد شما باشه دوستا که این یک وجه مشترک بین فارسی و انگلیسی، جملات فارسی و جملات انگلیسی هر دو با فاعل شروع میشه، یعنی با سبجکت شروع میشه. اما متعاقب یا در زبان انگلیسی معمولا فعل میایه. این زمان حال جاری هم همون رقم، یعنی بعد از سبجکت ما یک صورتی از فعلای to be باید حتما استفاده کنیم، یعنی یا is یا am یا are. همونطور که در فرمول هم مشاهده میکنیم یک صورتی از زمان حال جاری به کار رفت، یعنی is یا am یا are. البته یک کدوم از اینا نیازه که ما در جمله استفاده کنیم، نه همزمان هر سه تا. بعدا ما verb استفاده میکنیم. verb یا شما باشه که همیشه باید جمع ing بشه، یعنی فعل اصلی که با کار میبریم ing هم حتما باید رو علاوه کنیم، اگر نکنم جمله ما اشتباه میشه. زبان آموزهای انگلیسی چی در کورس چی در مکاتب و حتی بعض وقتا در سطح قولی هم قرار دارن میبینیم که زبان آموزا، اما وقتی که زمان حال جاری یا گذشته جاری یا آینده جاری به کار میبرن یکی از این دو چیز بعضی وقت فراموش میکنن، یعنی یا آینجی به کار نمیبرن یا صورتی از فعل توبیر به کار نمیبرن. خب به خاطر تاکید موضوع میگه خدمت شما عرض کردم که به خاطر اهمیت موضوع که امی فعل to be یا صورتی از فعل to be و همچنین ing بستن یا ing علاوه کردن به فعل فرمول شما نشه دوستا، که جمله کلن امی ساختار از این ساختمان از این فرو میپاشه، به هم برزه، خراب میشه. و بعدن complement سی که هسته، همونتی که اطلاع داریم سی مخفف complementه. کامپلمنت یعنی متمم یا مکمل یا تکمیل کننده جمله. البته تکمیل کننده جمله
معمولا اختیاریه و اجباری نیست. ارکان جمله یعنی اون بخشی که بدون از اون جمله ساخته نمیشه و جمله پا نمیگیره. انمی سبجکت هست، جمع اضافه معار هست یکی از اینا و جمع ورب مین. شما مجرده که سه عنصر کنار هم قرار بدین جمله شما درست میشه. کامپلیمنت که هست اختیاریه، نیاز بود برای معلومات بیشتر به جمله علاوه کنیم، اما اگر نیاز نبود نکنیم. خب نگتیف استیتمنت چی رقم ساخته میشه؟ نگتیف استیتمنت یعنی بیانیه منفی. بیانیه منفی سبجکت هست، جمع از و ام و آر هست یکی از اینا، جمع نات هست یعنی بعد از از و ام و آر حتما نات باید استفاده کنه، جمع همو ورب این جمع کامپلمنت. خب در انتراگتیو یعنی جمله استفهامی یا جمله سوالیه، از یا ام یا آر میاریم به اول، جمع سبجکت میکنیم، جمع وربینگ و جمع کامپلمنت. در پاسخ کوتاه مثبت، پاسخ کوتاه مثبت یس کامدار، البته در نوشتار یس کامدار جمع سبجکت میکنه، جمع یکی از ای سفیل تو بی یعنی از، ام یا آر، و پاسخ کوتاه منفی نوع کامدار جمع سبجکت میکنه، جمع یکی از ای سفیل تو بی یعنی از و ام و آر، جمع نات. پس شما باشه که وقتی که پاسخ منفی میدیم یک سر جمله نو میگیره، سر به یه جمله نات میگیره، یعنی دو طرف یک کلمه نفی و کلمه منفی حتما باید باشه که دست چپی عبارت از نوه و دست راست عبارت از ناته. خب این جمع از جاهایی که زودی دانش آموزا و زبان آموزا فراموش اینا میشه، خصوصا با آخر پاسخ کوتاه منفی، یعنی نات فراموش اینا میشه که بعضی وقتا استفاده کنه. خب این بود از فرمول زمان حال جاری. الان بپردازم خود شما به چند تا مثاله، ببینیم که چی رقم ساخته بشه اینا. example یعنی مثال، the students are learning a grammar issue، یعنی شاگردان یا محصلان یا متعلمان در حال آموختن یک موضوع گرامری هستند. the students میشه subject، are فعل to be، learning همو وربنگ، a grammar issue complement object هم بزینجی هست. همین فعل همین جمله را اگر منفی بسازیم میگیم the students are not learning a grammar issue، محصلان یا متعلمان یا شاگردان در حال آموختن یک موضوع گرامری نیستن. not اینجی توجه داریم که ما بعد از فعل to be استفاده کرده، بعد از فعل to be not استفاده کنیم، یعنی not هیچ وقت بعد از فعل ing دار نمی آید، حتما باید بعد از فعل to be بیاید. شاگردان یا متعلمان در حال آموختن یک موضوع گرامری نیستن. سوالیه، are the students learning a grammar issue؟ آیا متعلمان یا محصلان در حال آموختن یک موضوع گرامری هستن؟ خب برای سوال ساختن از این ما چکار کرده؟ ما آره که مفعل توبی باشه بیاوردیم به اول، و البته ما آخری هم در نوشتار چی تغییری آمده؟ ما علامت سوالیه بزنجا قرار دادیم، و در گفتار هم یعنی وقتی که جمله بیان میکنیم باید لحن خود سوالی بسازیم، لحن ما سوالی باشه به این معنی که از آخر صدا ما نازک باشه. خب از لحنم یعنی فهمیده باشه که این جمله سوالی هست.
این پاسخ کوتاه مثبت. Yes, they are. بله هستند. No, they are not. نه نیستند. برای سوال آیا با میتونم پاسخ کوتاه منفی بده که شکلی هم بدم؟ پاسخ اینه که بله من حتما میتونم بدم به این شکل که فعل to be و فاعل با هم فشرده سازی بکنم، فشرده بسازم. میتونم خیلی ساده بگم No, they're not. اگر توجه داشته باشیم یعنی همین they و are، یعنی they و are با هم فشرده سازی شده، یعنی a برداشته شده به جای کامه برداشته شده و are متصل شده به they. یعنی هنگام تلفظ هم میتونم اینا لحاظ بکنم دیگه، در تلفظ هم هم در نوشته. مثلا میگم که No, they're, no, they're not. No, they're not. بعد این صورت کامل رو میگم چی میگم؟ بزید بالا میگم No, they are not. ماسته باشم کوتاه‌تر بگیم میگم No, they're not. No, they're not. دیگر هم میتونم پاسخ کوتاه منفی بدم؟ بله. یعنی اگه نبوده که یعنی من یک بار میتونم فعل تو بی رو ما قبلی رو که فاعل باشه بچسبونم مثل شماره 6 there، و یک دفعه میتونم امی آره به کلمه ما بعد یا که نات باشه بچسبونم مثل شماره 7. میتونم خیلی ساده بگم No, they aren't. No, they aren't. پاسخ کوتاه منفی رو به این شکل میتونم ارائه بکنم. البته پاسخ کوتاه مثبت یاد شما باشه که ما اختصار کرده نمیتونیم، فقط پاسخ کوتاه منفی میتونیم اختصار کنیم به بیانیه مثبت و منفی. که فکر کنم یک بار من سرسف توضیح دادم. بازم اگر شما در اختصارات در فشرده سازی فایل و فعل یا نات با فایل مشکل، نات با فعل های توبی مشکل داشتیم، با صنف حضوری که انشاءالله شروع بشه خدمت شما اینا مفصل توضیح میدم. خب یعنی یک مثال بود، میرم خود شما سراغ مثال دیگه. مثلا میگم The teacher is explaining the lesson. استاد در حال توضیح دادن درس است. به تیچر میشه سبجکت یا فاعل، از صورتی از فعل تو بی، اکسپلینینگ به اون وربنگه که ما با آخر فعل آینجی اضافه کردم، اصل فعل اکسپلین بوده و افزودن آینجی تبدیل کردم به زمان حال جاری. The lesson هم میشه کامپلمنت که بز اینجی مفعولم یا آبجکتم گفته میشه. The teacher is explaining the lesson. استاد در حال توضیح دادن یا تشریح کردن درس است. منفی ازی میشه The teacher is not explaining the lesson. استاد در حال توضیح دادن درس نیست. سوال Is the teacher explaining the lesson? آیا استاد در حال توضیح دادن درس است؟ Yes, he is. بله است. در شما باشه دوستان، باز تکرار میکنم، باز تاکید میکنم که در پاسخ کوتاه مثبت شما هرگز نمیتونیم فایل که هی باشه بزنجی با فعل که از باشه اینا از فشرده سازی بکنیم، فشرده بسازیم، بعد این صورت کاملی رو بیایه هم در گفتار و هم در نوشتار. اما پاسخ کوتاه منفی میتونیم بهش فشرده هم بسازیم. بزنید اینجا ما کامل ادامه کنم. No, he is not. No, he is not. اگر همین خواسته باشم پاسخ کوتاه منفی بده که صورت بودم میتونم فایل که هی باشه با از فشرده بسازم. بگم No, he's not. No, he's not. یا فعل تو بی با کلمه موقعی که not باشه به چسبانم متصل کنم و فشرده بسازم. بگم No, he isn't. No, he isn't. خب
میریم یک مثال دیگه هم خود شما کار میکنیم. یک مثال دیگه. بله. I'm waiting for the sun to rise. I am waiting for the sun to rise. من منتظر خورشید هستم که طلوع کند. I am. I میشه subject. Am میشه فعل to be مخصوص I. Waiting یعنی اون verbinge. Verbing. یعنی wait اصل فعل و ing اضافه شده بزن. For the sun to rise تمام از این complement. خب یه اگه خواسته باشم منفی کنم میگم I'm not waiting for the sun to rise. من منتظر خورشید نیستم که طلوع کند. سوال: Am I waiting for the sun to rise? آیا من منتظر خورشید هستم که طلوع کند؟ پاسخ کوتاه مثبت: Yes, I am. بله، هستم. منفی: No, I am not. نه، نیستم. باز هم تکرار میکنم که وقتی که پاسخ کوتاه مثبت ارائه میکنیم باید فاعل و فعل to be به صورت کامل نوشته بشه، هرگز فشرده سازی نمیشه. اما اگه منفی استفاده کرده میتونه به صورت کامل استفاده کنه No, I am not، یا میتونه فشرده سازی کنه. مثلا میگیم No, I'm not، یعنی am ای بچسبانیم به کلمه ما قبلی و که I باشه. I'm. No, I'm not. خب یک چیزی که میخواستم از اینجا خدمت شما عرض کنم که یادم نره اینه که شما ام رو کلمه مابعد نمیتونیم بچسبونیم، یعنی من نمیتونم بگم که No, I amn't. به همون خاطر می ام به مات نشسبونم اینجی نیاوردم اصلا. فعل تو بی که به کلمه مابعد میچسبه در زمان حال فقط از و آره، از و آره. ام و نات و کلمه ما به هم فشار بسازی نمیشه. خب موضوع بعدی اضافه کردن ing هست. اضافه کردن ing یا علاوه کردن ing به فعل هم مشمول قواعدیه، قوانینی داره، اصولی داره که باید اونا رو حتما رعایت بکنیم. یاد شما باشه که در نوشتار یا در نگارش یکی از مهمترین موضوعات، یکی از مهمترین موضوعات که نشون بده که شخص نویسنده چقدر سواد انگلیسی داره، یعنی در همین پسوندها مشخص میشه، معین میشه، یعنی به همینج محک میخوره یک نویسنده، آزمایش میشه، آزموده میشه که چقدر سواد داره و چقدر دانش داره. اون همین پسوندهای خصوصا فعلی، پسوندهایی که با فعل افزوده میشه، مثل ing، مثل d، مثل ed، مثل s و es و اینا، باید اینا رو حتما یاد بگیریم. ing هم که از تحت قواعد ing ما بس نمیکنه به فعل و او خواهد باید حتما مراعات کنم. قاعده اول اینه که he's running، he is running. قاعده اول داریم و میگه هر وقتی که فعل ما به یک کانسوننت ختم شد، همینطور که مشاهده میکنیم به صفحه انیمه run اصل فعل دوستا، run اصل فعل، خب به یک کانسوننت ختم شد، مثل n، n یک کانسوننت درسته و ما قبلی و یک واولی بود، یا چون باشه یک واولی ها، یک واوله دو واول نه، ما قبل رو یک واولی بود، وقتی که آنینجی خواستیم اضافه کنیم باید اما حرف آخر مضاعف کنیم، یعنی دو برابر کنیم، دبل کنیم، مثل اینجی He is running. run اصل فعل بوده، وقتی که آنینجی اضافه کنم یک این دیگه هم بس اینجی به علاوه کنم. به قانون اول، قانون دوم، قانون دوم برای ما میگه که هر وقتی که می فلان هم اصل فعل با آخر جمله داخل قوس یا پرانتز بیاونو، هر وقتی که فعل ما به ای ختم شد، به ای ختم شد و ما قبل یک کانسوننت بود، ما قبل از کانسوننت فرق نمی کنه، هر چی مایه باشه، هر وقتی که فعل ما
به ای ختم شد. ما قبل کانسوننت بود، کانسوننت یعنی بی صدا. هر وقت خواستیم اینجا اضافه کنیم باید همون ای برداشته بشه، حذف بشه، مثل تیکینگ. اصل فعل بوده تی ای کی ای، اما وقتی که اینجا اضافه کردم ای حذف شده، شده تی ای کی آی ان جی. She is taking her medicine. او در حال خوردن داروهای خود است. این قانون دوم بود. قانون سوم، اگر فعل به ای ختم شد، ما قبل یک کانسوننت نبود، یک واول بود، مثل اینجی به ای ختم شده، ما قبل یک واول بگیه، یعنی اینجا هست به اتفاق ای هم یکسان با و همسان با ای، یعنی دوتا ایه. حالا فرق نمیکنه، به جای از ای دوم هر حرف واول دیگه هم که باشه، یعنی این قانونه داره. وقت خواست ما اینجی به این شکل اضافه بکنیم و همچون فعلای باید همون ای حذف نشه. ای در صورت حذف میشه، مثل شماره دو، در صورت حذف میشه که به ای ختم شه، ما قبل اگر حرف بی صدا یا کانسوننتی باشه. اما اگر به ای ختم شد و ما قبل اگر حرف واول دیگه بود، ما دیگه ای حذف نمیکنه. قانون بعدی، این هم قانون بسیار مهمه. هر وقتی که فعل ما، یعنی اصل فعله، اصل فعل که ما با آخر جمله آوردم، هر وقتی که فعل ما با آی ای ختم شد، آی ای خواست ما اینجی اضافه کنیم، بعد همین آی ای تبدیل بشه با وای، بعدن آی اینجی اضافه کنیم. lie، the boy is lying to his father، بچه در حال دروغ گفتن به پدرش هست. آی ای با وای تبدیل میشه و آی اینجی اضافه میشه. The boy is lying to his father. خب قانون چهارم بود. قانون پنجم، We are playing marble. هر وقتی که فعل ما با وای ختم شد، با وای و ما قبل کانسوننت بباشه، ما قبل یک حرف واول بود، ما قبل واول بود، خواست ما اینجا اضافه بکنه، فقط اینجا اضافه بکنه، فقط اینجا. و قانون ششم، فعل ما اگر با وای ختم شد، ما قبل اگر کانسوننت هم بود، باز ما اینجا اضافه بکنه. شاید شما تعجب بکنیم که چرا ما شماره 5 و 6 وقتی که فقط ING اضافه میشه و ING قانون و قاعده تیار کردم. به خاطر از این دوستای 5 و 6 ما قاعده جور کردم که دو قاعده جور کردم که why وقت با I تبدیل میشه و دیگه حرف بعد از اون اضافه میشه، مثلا ES یا ED، که خواسته باشیم فعلا ES بدیم دیگه یا اون به گذشته تبدیل کنیم. اما وقتی که فعلای مختوم با وایه، فعلای که ختم میشه با وایه، اونها رو ING اضافه بکنیم، اصلا قاعده نداره. موقعاً وای هر چی مایه باشه، چی حرف واول باشه مثل شماره 5 و چی حرف کانسوننت باشه مثل شماره 6، هر چی مایه باشه، ما فقط ING خود اضافه میکنیم. یا به تعبیری بتونم بگم که فعلایی که مختوم به وای هستن، این اصلا قاعده تقریبا ندارن دیگه، فقط آینجی خیلی ساده اضافه میشه. خب شماره 7، همین شماره 7 و 8 بکنیم بیشتر توجه بکنیم که مهمه دوستا. هر وقتی که فعل ما به یک کانسوننت ختم شد، ما قبل یک حرف واول بود، درسته؟ ما قبل یک حرف واول بود، مثل بزنجی این و ای، این یک کانسوننته، ما قبل حرف واوله که ای باشه. به شرط دیگه که الان ای فعل از یک سیلاب بیشتر داشته باشه، یعنی دو سیلاب الان باشه یا بیش از دو سیلاب داشته باشه، سه سیلاب، چهار سیلاب، پنج سیلاب، هرچی که زیاد ماه سیلاب داشته باشه فرق نمیکنه، منتها حداقل یا دو سیلابه، حداقل یا دو سیلابه. مثل اوپن، اوپن چند سیلابه؟ او پن، او پن دو سیلاب داره، درسته؟ خب پس هر وقته که یک فعل دو سیلاب، یک فعل بیش از یک سیلاب داشت، دو با کانسوننت ختم شد، سه ما قبل یک حرف واول بود، و شرط چهارمی هم این که سیلاب آخر فشار نگیری یا استرس نگیری،
در صورت وقتی که آینجی اضافه کنیم باید حرف آخر دبل نکنیم و ساده آینجی بنویسیم. حالا بزینجی من اوپن وقتی که تلفظ میکنم پن که سیلاب آخر من استرس نمیارم، فقط اوپه اور من فشار میارم. گوش کنیم. اوپن 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 توجه کردیم من سیلاب اوله که او باشه این فشار آوردم، به همین خاطر باید فقط را اینجی اضافه کنم. اما اگر فعل ما نمون شرایط دشت شماره هفت دشت یعنی اوپن نیمونه که بیش از یک سیلاب دشت مثل ادمت که دو سیلاب داره، دو با کانسونت ختم شد، سه ما قبل یک حرف واول بود و چهار علمی سیلاب آخر فشار گرفت یا استرس گرفت، فشار آخر به باشه من هجای آخر. در صورت وقت خواست ما اینجا اضافه کنم باید حتما این حرف آخر دبل باشه، مثل ادمت. چی رو تلفظ میکنم که هجای دوم فشار بگیره؟ ادمت دیدیم من هجای دوم و هجای آخر فشار آوردم و استرس گرفت. در این صورت بعد به وقتی که اینجا اضافه بکنم و این حرف آخر رو دبل بکنم. همین شماره 7 و 8 خیلی مهمه، خصوصا همین زیاد توجه داشته باشین دوست. باز هم اگر در 7 و 8 مشکل داشتیم صنفای حضوری شروع بشه من انشاءالله در خدمت شما قرار دارم. خب این بود توضیح مختصری از زمان حال جاری. بسیار زیاد تشکر از توجه شما، از حوصله مندی شما دوستان. انشاءالله بشه باز دور هم بشینیم و بتونیم انشاءالله آنچه که به صنفای آنلاین یا غیر حضوری ارائه کردم برای شما را بتونم خیلی از صنفای حضوری هم مختصر از اینا رو توضیح بدم، و اگر کدام سوالی هست که شما با صنفای غیر حضوری نتونستیم طرح بکنیم اونا باز در صنفای حضوری جبران بکنم و پاسخ ارائه کنم. تشکر بازم از حوصله مندی شما، با امید دیدار. خداوند یار و نگهدار شما.